سیاتا دشمیا پاراشای هفته پاراشای واید خنان. در پاراشای واید خنان شما اسرائیل رو داریم، همون پاسخ شما اسرائیل که در هر روز میخونیم، هر بچه کوچیکی که به دنیا میاد اولین پاسخی که یاد میگیره شما اسرائیل. اگه میلا داریم همون موقع سر میلا شما اسرائیل میخونن، هر روز شما اسرائیل میخونیم و در موقع وفات انسان آخر ثانیه که زنده است، انسان اگه خودش میفهمه درک میکنه شما اسرائیل میخونه، وگرنه کسایی که اونجا با اون هستن، با این شخص هستن، بالای سرش هستن، شما اسرائیل میخونن. الان شما اسرائیل رو، مفهوم شما اسرائیل رو توضیح میدیم، همیت شما اسرائیل رو توضیح میدیم و همچنین شما اسرائیل از کجا اومده و همچنین مفهوم باروخ شم که بود ملخوت و لعولم واحد که بعد از شما اسرائیل میخونه. شما اسرائیل میسوای توراه که هر شخصی شما اسرائیل رو بخونه و این یکی از بزرگترین میسوایش توراه که ایمان انسان رو میرسونه. همچی چیزی رمبام نوشته و خینوخ و هر روز میسوای چه مرد ها چه خانوم ها که شما اسرائیل رو بگن و شما اسرائیل نشون میده که انسان ایمان داره به عقادش بار خوب. حالا مفهوم شما اسرائیل میگیم شما یعنی قبول کن، نه که فقط بشنو، قبول کن اسرائیل. ما که اسرائیل هستیم، بنی اسرائیل هستیم، شما اسرائیل قبول کن اسرائیل که خداوندمون هشم الوکنو، این خداوند خالق ماه. الوکنو، کلمه الوکنو یعنی خداوندی که تمام قدرت ها رو داره، میتونه همه کاری رو بکنه. بزرگترین قدرته که قدرتش نامحدود از بزرگی. الوکنو هشم اخاد، این خداوند یکتای بالاتر از همه چی هست، بالاتر از طبیعت، بالاتر از هر قدرتی، مطسوی هستش و ناظره رو تمام کارهای دنیا، چه چیزهای بزرگ بزرگ، چه چیزهای کوچیک کوچیک. با کوچکترین چیز دنیا، عمل دنیا، با کوچکترین کاری که ما میکنیم، خداوند ناظره. هشم اخاد، یکتای و ناظره. این معنی شما اسرائیله و خداوند یکتای و در آینده در زمان ماشیخ تمام ملت ها، تمام دولت ها به خداوند ایمان خواهند آورد، چون که پاسخ میگه و آیا بیام او در اون روز یه اشه میخواد خداوند یکتای اوشمو میخواد همه اون رو قبول خواهند کردین که راشی توضیح میده. و خیلی مهمه که شما اسرائیل رو با کوانا بخونیم، یعنی موقعی که میخونیم مفهومش رو بفهمیم. به خاطر همین شما اسرائیل با صدای بلند میخونیم و رسمه که دستمون رو میذاریم رو چشممون، چشممون رو میبندیم که این باعث بشه که کوانا بیشتر بشه، با اون که با توجه بخونیم، با این که فکرمون جای دیگه نره چشممون ببندیم و شما اسرائیل رو بخونیم. و ربنو بخیه یه چیز خیلی مهمی میگن، میگن که لو نیورا گنیدن و خل معلاتاب، گنیدن بهش آفریده نشده و تمام امیت بهش، تمام خوبی های بهش، بلکه برای کسی که هر روز شما اسرائیل با کوانای کامل، با توجه، با اون که فکرش کاملا کلمه به کلمه بگه و کلمه کلمه بفهمه، اون شما اسرائیل هشم الوکنو و هشم اخاد. و این نیست که فقط بگیم، قبول کنیم، قبول کنیم که خداوند یکتای، هر اتفاقی میفته از طرف هشمه و هشم همه کارو میتونه بکنه و بهترین کارا برای انسان میکنه. حالا شما اسرائیل از کجا آمده؟ یعقوب آوینو تمام 12 شباطیم رو جمع میکنه و میخواد بهشون در مورد ماشیخ بگه که زمان ماشیخ که در اون ثانیه نور شخینای هشم خداوند از یعقوب آوینو دور میشه و روح قدس سه شیشم ازش گرفته میشه،
چون که هشم نمیخواست که یعقوب آوینو به این شباتیم بگی که آخریته، که ابدیت مشیخه، چون که ترسید که اونا مایوس بشن. به خاطر همین یعقوب آوینو به اونا نگفت. ولی یعقوب آوینو ندونست چرا هشم از اون دور شده، اون روح قدس سشیشم ازش دور شده، فکر کرد شاید یکی از این بچه هاش که اونجا هستن اینا لایق نیستن که یعقوب آوینو رازهای خیلی چیزهایی رو فاش کنه. خیلی ترسید، گفت شاید یکی از شما ایمانش کمه. تمام این 12 شباتیم بچه های یعقوب آوینو گفتن شما اسرائیل هشم الوکینو هشم اخاد، که ما همه خداوند رو قبول داریم با تمام معنا، با تمام عمق شما اسرائیل، که این خداوند ناظره و همه چی دست خداونده و هر اتفاقی میفته خداوند انجام میده. پس اولین کس بچه های یعقوب آوینو بودن که دوباره بر اون تخت یعقوب آوینو ایستاده بودن و شما اسرائیل گفتن. اون موقع یعقوب آوینو خوشحال شد که تمام بچه هاش ایمان و اطمینان کامل به هشم دارن و یعقوب آوینو گفت باروخ شم که ود ملخوتو لعولم واحد، یعنی برکت است نام محترم هشم، شم که ود ملخوتو محترم پادشاهی سلطنتی هشم لعولم واحد. همونطوری که شما الان میگین ما خداوند رو قبول داریم و خداوند یکتاه، اسم خداوند برکت خواهد موند لعولم واحد، تا همیشه، تا همیشه خداوند باقی خواهد ماند و اسمش همیشه بین مردم خواهد بود. این یعقوب آوینو و بچه‌هاش. موشه ربنو علی و شلام در این پاراشا میاد و شمع اسرائیل رو دوباره میگه، میخواد یاد بده به اسرائیل ها، اسرائیل ها خداوند خیلی به شما کمک کرده، اون ده ضربت رو به مصری ها آورده، دریا رو واسه شما شکافته، از اونجا بیرون نتون آورده، در همه طرف بالا پایین اون ابرای عزت هشم که اونا رو نگهداری میکردن براتون آورده، مان عروض بهتون داده، آب عروض بهتون داده، این هشم الوکین و هشم میخواد. بدونین که این کار رو هشم کرده. حالا رنبن توضیح میده و اسرائیل ها ما میگیم باروخ شم که بود ملخوتو لعولم واحد، شما اسرائیلی که موشه گفت، موشه ربنو، ما میگیم و میگیم خداوند همونطور که برای موشه ربنو نس کردی، معجزه کردی، تمام این معجزه ها در تورا که نوشته باسه ما هم در تمام این سالا، در تمام این گالوتی که بودیم باسه ما داری معجزه میکنی. باروخ تو برکت هست، اسم اسم اعظم هشم تا ابد، تا ابد داری واسه ما خوبی میکنی، تا ابد داری ما رو نگهداری میکنی. و یعبس میگن تمام این سالا تو گالوت خداوند بیشتر واسه ما معجزه کرده از اینکه اونا رو از مصر در آورده. و دلیلی که این باروخ شم کود رو ما آهسته میگیم، بلند نمیگیم، رنبن مینویسه به خاطری که میگیم تو داری واسه ما معجزه میکنی در پنهانی، معجزه هایی میکنی که نامعلومن و ما نمیدونیم. به خاطر همین باروخ شم کود رو میگیم تا ابد داری واسه ما معجزه میکنی، ولی چی؟ با آهستگی، صدامون رو بلند نمیکنی، سکوت، با سکوت اون رو میگیم که خداوند تو این معجزه ها رو با چیز نمیکنی، معلوم نیستن، آشکار نیستن و در پنهانی معجزه ها رو واسه ما میکنی، که این میسوای خیلی بزرگه که همیشه باید کوانا داشته باشیم. میسوا اصلا میده و رایتا. شبات شدید.